اسماعیل، رئیس فدرال رزرو میگوید صحبت در مورد کاهش سیاست‌های تسهیلی خیلی زود است، دلار محدود شده است. با عرض سلام و روز بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرو اسکیلز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز جمعه 15 ژانویه 2021 بعد بدانید. تمرکز بر بازگشت دلار آمریکا همچنان در دنیای فارکس و از آغاز سال تا کنون باقی مانده است. در روز پنجشنبه دلار به بالاترین قیمت خود در 90.57 رسید، اما هنگامی که جرمی پاول رئیس فدرال رزرو گفت که صحبت در مورد کاهش سیاست‌های تسهیلی زود است، به پایین‌ترین سطح خود در 90.7 سقوط کرد. اوراق قرضه بلند مدت خزانه داری ایالات متحده نیز بعد از ظهر روز گذشته و بعد از سخنرانی پاول کاهش داشتند. بازده اوراق قرضه 10 ساله و 30 ساله به ترتیب 4.1 و 5.2 واحد پایه افزایش یافتند. بایدن از بسته حمایتی 2 تریلیون دلار خود رو نمایی کرد و همینطور طرح واکسیناسیون وی منجر به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری امریکا شده است و از دلار پشتیبانی می کند. در حالی که کشورهای اروپایی برای جلوگیری از موج دوم کووید 19 به محدودیت‌های بیشتر متوسل می‌شوند، دلار آمریکا همچنین از انتظارات بهبود اقتصادی در ایالات متحده سود می‌برد. در همین حال، بازارهای فارکس با تغییرات جزئی در روز به صورت مسطح معامله می‌شوند. شاخص دلار آمریکا 0.1% افزایش یافت، در حالی که ارزهای اقیانوسیه با کاهش به ترتیب 0.2% در کیوی و اوسی ضعیف‌ترین ارزهای معاملاتی تا کنون بودند. جفت یورو دلار تلاش کرد تا قیمت پیشنهادی 1.22 را حفظ کند و در معاملات شبانه به پایین‌ترین سطح در 1.2111 رسید. شب گذشته شاخص S&P 500 با کاهش 0.4% بسته شد، اما یورو استاکس 50 و یوکی سن با 7.8% رشد به کار خود پایان دادند. نفت خام با کاهش 0.3% در 53.40 دلار در هر بشکه معامله می شود. طلا در قیمت بسته شده ی روز گذشته بدون تغییر در محدوده 1850 دلار می باشد. ارزهای رمزپایه با سقوط بیت کوین از بالای 40,000 دلار به زیر 38,000 دلار کاهش یافتند. در تقویم اقتصادی امروز تمرکز بر روی شاخصهای تورم مصرف کننده و تولید کننده و همینطور شاخصهای تولیدات صنعتی و خرده فروشی از اروپا و امریکا خواهد بود. در انتهای روز نیز داده‌های دکل‌های نفتی فعال بیکر هیوز آمریکا برای معامله‌گران بازار نفت مهم و مورد توجه خواهند بود. با تشکر از توجه شما عزیزان به این بخش خبری، از شما دعوت می‌کنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proeskiznews دنبال بفرمایید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.